فعالان مدنی ولایت فرا از خشکسالی در این ولایت اظهار نگرانی کرده و میگویند که دولت مکلف است برای ساکنین این ولایت آب زراعتی و همچنان آب آشامیدنی را مهیا سازد. با این حال عبدالظاهر فرایی رئیس اداره آبیاری ولایت فرا میگوید که بنا به پیش بینی های انجام شده تا حدود 5 سال آینده ساکنان این ولایت با مشکل جدی آب آشامیدنی روبرو خواهند شد و این موضوع را مربوط به تکمیل بند بخش آباد میداند و خواهان حل این چالش است. بینی میکنم که 5 سال بعد شاید ما شما با مشکل آب آشامیدنی مواجه شوید. نه تنها باغای و درخت های ما خشک خواهد شد، بلکه ما با آب خوردن هم ما با مشکل مواجه خواهد بودیم و هستیم. 100% ما با مسئولیت گفته میتونم، ولیکن خب تا چند فیصد مربوط مردم میشه، چند فیصد بگم مربوط مقامات میشه، که یکی اگر بتونه امکانات داشته باشه که تا زمانی که ما شما بند بخش آباد را تکمیل نکنیم، از آب زور مهار نکنیم، آب فرار را مهار نکنیم، متاسفانه این مشکل روز به روز ادامه خواهد داشت. در همین حال حمیدالله رحمانی یکی از فعالان مدنی در فرا میگوید که ساکنان این ولایت توان خرید آب معدنی را ندارند و از دولت میخوان تا این مشکل را به زودی حل نماید. او د دې فرایانو دغه په شهر کې چې ژوند کې د هغوی دپاره د څښاک اوبه زمینه او بندبست ورته جوړ شي د حکومت له خوا څخه، نو زما غوښتنه دا دی چې یو خو د ضرورت پر اساس چې فرایان د څښاک اوبه نه لري او دوی توان د دې نه لري چې د اوبه دې رانیسي، مدني اوبه د دوی اقتصادي توان د دې ایجاب نه کړي. بله خبره دا دی چې فرایان هر کور ته دې ته د څښاک اوبو د دې وظیفه د خپل د شاروالي د ابرسانی وظیفه ده. در این حال محمد داوود حقیار یکی دیگر از فعالان مدنی در این ولایت میگوید که آنان از حکومت میخواهند که در کنار راه اندازی بند برق بخش آباد فاز دوم پروژه ابرسانی شهر فرا را نیز زودتر تکمیل و به مرحله اجرا برساند. کاتم د فرا ولایت توبه مخبر کشته کیدو دي او خلک هم داوس د چاک توبه د کمش سره مخ دي او دا فرا کی یو لوی معزله ده. نو په لومړی قدم کې د فرایانو غوښتنه د بخش آباد بند رغول و او په دوم قدم کې د ابرسانی یا د اوبو رسونی هغه پروژه چې د حکومت څخه په کلکه غوښتنه ده چې یو فاز تکمیل شوی دی چې ژر تر ژره دی، هغه دوم فاز کوم چې تدارکاتي بخش کې دی هغه هم ژر تر ژره پای ته ورسی او دا کار عملی پیل کړي. این در حالی است که ساکنان ولایت فرا از کمبود آب آشامیدنی نگرانند و از کندی روند پروژه آبرسانی در این ولایت و بند برق بخش آباد انتقاد می کنند. گفته شده که بند برق بخش آباد به ارتفاع 81 متر و با ظرفیت 1360 میلیون متر مکعب ظرفیت 27 مگاوات برق را دارد که با آغاز کار آن بیش از 100 هکتار زمین زراعتی فرا آبیاری می شود، اما تا هنوز این پروژه به بهره برداری نرسیده است.